عوامل مؤثر در هزینه های ساخت استخر. سلام و عرض ادب، مسایی هستم از گروه تأسیسات سلامتی. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. در ادامه این ویدیو قراره با عوامل مؤثر در هزینه های ساخت استخر در سه بخش عمرانی، تأسیساتی و نگهداری بعد از مراحل ساخت آشنا بشین. با توجه به این نکته که هیچ سقف و محدودیتی برای این بخش ها وجود نداره و تجهیزات و تأسیسات مدرن در هر بخش میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، اما ما توی این ویدیو حداقل ها رو با هم بررسی میکنیم. خب توی بخش هزینه های عمرانی، این هزینه ها بیشتر به ابعاد و نوع سازه شما بستگی دارن که تقریبا در طول مدت زمان این هزینه ها مقدار ثابتی هستن و اگر بخواین استخرتون طول عمر بالایی داشته باشه باید از سازه بتونی استفاده کنید. حالا اگر سرعت عمل و هزینه براتون مهمه، باید از استخرهای چند متر مربعی آماده استفاده کنید که این استخرها به علت اینکه اکثرا از جنس فایبرگلاسی ساخته میشن در درون زمین کار گذاشته میشن و نیاز به بتون ریزی ندارند و همین عامل باعث صرفه‌جویی در هزینه ها میشه. اما ارزون ترین روش استفاده از سازه وینیلی، یک نوع پلاستیک عایق مقاوم با هزینه خیلی پایین تر از دو سازه قبلی، با این تفاوت که به درد استخرهای دائمی نمیخوره و بعد از مدتی از بین میره. بخش دوم هزینه های ساخت استخر مربوط میشه به هزینه های انتخاب و خرید تأسیسات، از جمله سیستم گردش آب و تصفیه، سیستم گرمایش آب و سیستم کلورزنی و تنظیم پهاش که در مورد قیمتاش انتهای این ویدیو بهتون توضیح میدم. بخش سوم هزینه های استخر مربوط میشه به مرحله نگهداری و تعمیرات استخرتون که از اونجایی که بستگی داره به ابعاد و کیفیت سازو و تجهیزات اولیه، توی هنگام ساخت استخر هر چقدر از جنس های مرغوب تری استفاده کنید نتیجهش رو توی این مرحله میبینید و باعث صرفه‌جویی در هزینه هاتون میشه. خب دوستان عزیز، به علت متغیر بودن هزینه های ساخت ما مبلغ دقیقی رو خدمت شما عزیزان عرض نکردیم. از همین جهت برای دریافت مشاوره رایگان و استلام این قیمت ها با شماره تماسی که براتون به نمایش داده میشه با ما در ارتباط باشید. چنل ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید براتون به نمایش گذاشته بشه. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.